با درود و سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و روزانه ما را از دست ندهید. خبر فوری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته است: مقامات اوکراین، وزیر دفاع روسیه سکته قلبی کرده است. روسیه: به هدف خود در جنگ اوکراین دست یافتیم. تأکید مقامات ارشد آمریکا و اروپا بر همکاری مشترک برای مقابله با روسیه. رئیس جمهور آمریکا وارد لهستان شد. لاروف: فشار غرب جنگ تمام عیار برای نابود کردن روسیه است. و روسیه گفته است بر روی آزادسازی شرق اوکراین تمرکز خواهیم کرد. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. مقامات اوکراین گفتند وزیر دفاع روسیه سکته قلبی کرده است. بر نقل از بی بی سی فارسی، آنتون گراشینکو مشاور وزیر کشور اوکراین میگوید وزیر دفاع روسیه سکته قلبی کرده است. سرگی شویگو از 11 ماه مارچ در انظار عمومی دیده نشده بود و روز 24 مارچ برای لحظات کوتاه از فیلم ویدیویی دیده شد که از سوی ولادیمیر پوتین رهبر روسیه منتشر شد. مشاور وزیر کشور اوکراین در حساب فیسبوک خود نوشته است سکته قلبی آقای شویگو بعد از آن روی داده که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه او را در شکست کامل طرح اشغال اوکراین مقصر خوانده است. این خبر از سوی روسیه تایید نشده است. در همین حال روسیه گفته است به هدف خود در جنگ اوکراین دست یافتیم. به نقل از خبرگزاری افق، مقامات روسیه اعلام کردند که هدف اولیه مسکو در اوکراین حاصل شده است و اکنون کرملین تمرکز خود را بر شرق اوکراین و آزادسازی دونباس خواهد گذاشت. سرگی روت سوکوی، فرمانده مدیریت عملیاتی نیروهای روسیه، گفته است که توان و ظرفیت جنگی نیروهای نظامی اوکراین به طور قابل ملاحظه کاهش یافته و همین به روسیه اجازه می دهد که حالا بر آزادسازی منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کند. از سوی دیگر، مقام های امنیتی غرب بر بی بی سی گفتند این اقدام نشان می دهد که مسکو می داند که استراتژی پیش از جنگ شکست خورده و یکی از این مقام ها گفته است این تغییر استراتژی نشان می دهد که مسکو فهمیده است نمی تواند همزمان در چند جبهه بجنگد. وزیر دفاع روسیه گفته است جدایی طلبانی که از آنها حمایت می کند در حال حاضر کنترل 93% منطقه لوهانسک و 54% ناحیه دونباس را در اختیار دارند. این در حالی است که از حمله روسیه به اوکراین بیش از یک ماه می گذرد و هزاران شهروند اوکراینی مجبور به ترک خانه هایشان شدند و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته است که 1,800,000 کودک اوکراینی به همراه خانواده هایشان به کشورهای همسایه گریختند و 2,500,000 نفر هم مجبور شدند که در داخل خاک اوکراین جابجا شوند. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف گفته که این مسئله برای نسل‌های آینده عواقب بدنبال خواهد داشت. این سازمان گفته که امنیت، رفاه و دسترسی کودکان به خدمات ضروری همه در معرض تهدید خشونت بی‌امان و وحشتناک قرار گرفته است. تأکید مقامات ارشد آمریکا و اروپا بر همکاری مشترک برای مقابله با روسیه. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اوزلا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل، بر اتحاد فرااتلانتیکی برای مقابله با جنگ وحشیانه و غیر قابل توجیه پوتین علیه مردم اوکراین تاکید کرد. آقای بایدن با بیان این که دو طرف بر سر یک برنامه مشترک برای کاهش وابستگی به گاز روسیه به توافق رسیدند گفت ایالات متحده با همکاری شرکای بین المللی خود 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع اضافی در سال جاری به اروپا ارسال خواهد کرد. در این دیدار اوزولا فن در لاین از حمایت‌های آمریکا از اروپا تقدیر کرد. خانم فن در لاین با تاکید بر لزوم تقویت امنیت انرژی و استقلال اروپا از سوخت‌های فسیلی روسیه گفت
هدف ما کاهش این وابستگی و در نهایت خلاص شدن از آن است. امری که فقط از طریق سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و همینطور تامین گاز از منابع دیگر قابل دستیابی است. با این حال لاروف گفته است فشار غرب جنگ تمام عیار برای نابود کردن روسیه است، در حالی که کشورهای غربی خود را آماده وضع دور جدید از تحریم ها علیه مسکو می کنند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه می گوید فشار غرب یک جنگ تمام عیار است که برای نابودی این کشور طراحی شده است. آقای لاروف گفت اهداف این فشار پنهان نیستند و به طور علنی اعلام شدند. نابود کردن، شکستن، منهدم کردن و خفه کردن اقتصاد روسیه و به طور کلی روسیه. این در حالی است که فندرلاین گفته است تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه به شدت گزنده بوده است. اوزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در پایان نشست سران اروپایی در بروکسل گفت 4 بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه به خاطر حمله با اوکراین ضربه سختی به مسکو وارد کرده و به شدت گزنده بوده است. خانم فندرلاین اضافه کرد که اکنون تمام تلاش ها باید بر اجرای این تحریم ها و جلوگیری از دور زدن آنها قرار بگیرد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین با تقدیر از کشورهای همسایه اوکراین در پذیرفتن پناه جان اوکراینی گفت به زودی بسته 17 میلیارد یورویی برای کمک به این کشورها ارائه خواهد شد. با این همه جنگ اوکراین در حال وارد 3 روز خود شده که نگرانی ها نسبت به طولانی شدن این مناقشه نظامی در اروپا با نتیجه بخش نبودن تلاش های دیپلماتیک بیش از پیش افزایش یافته است. تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین از سوی دیگر به شکل کامل بر نشست روز پنجشنبه ناتو و نیز گروه 7 سایه افکنده است. رهبران بزرگترین ائتلاف نظامی غرب در نشست بروکسل بر تخفیف مرزهای شرقی اروپا و پشتیبانی قاطی از کیف در مقابل ارتش روسیه تاکید کردند. نیروهای نظامی روسیه در مسیر پیشروی به سوی پایتخت همچنان درگیر نبردهای سنگین در ایرپین هستند. این در حالی است که برخی گزارش ها از آرایش آفندی نظامیان اوکراینی به خصوص در اطراف برخی مناطق اشغال شده همچون شهر خریسون در جنوب این کشور حکایت دارد. جنگ اوکراین تا اکنون بیش از 10 میلیون نفر از شهروندان این کشور را از خانه و کاشانه خود آواره کرده و بیش از 4 میلیون نفر که اغلب آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند را نیز مجبور به ترک کشور کرده است. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین و تازه ترین رویدادها و تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاهی حاصل نمایید، پس با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فعال سازید. همچنان برای بهبود برنامه های بعدی ما نظریات و پیشنهاداتون را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، خدا نگهدار.